یاد بگیری، خیلی حواست باید جمع باشه، تمرکز داشته باشی، نمیدونم خیلی چیزها رو باید زیر نظر داشته باشی. سلام به همراهان همیشگی ایران گرافی. این دفعه قراره در مورد یکی از ستاره های بازنشسته فوتبال کشورمون صحبت کنیم، آقای کریم باقری که متولد 21 مرداد 1352 یعنی 50 سالشه، تو تبریز به دنیا اومده و حالا یه تاجر معروف فرش تو ایران و تبریزه. امیر پسر بزرگ آقای کریم به فوتبال علاقه زیادی داره و چپ پاس مثل پدرش شوتای خوبی هم میزنه. مطمئنن امیر خیلی دوست داره شبیه پدرش بشه، اما احتمالاً همه موافقید که آقا کریم یکی و تکرار نمیشه. کریم باقری گفته بیشتر وقتش رو به جز خانواده با بعضی از دوستان نزدیکش مثل احمد رضا عابدزاده، افشین پیروانی و علی دایی میگذرونه. با چند تا نزدیک هستیم و همدیگر رو میبینیم و معاشرت داریم. جالبه بدونید ایشون تو همون دوران فوتبالیش از اونجایی که علاقه زیادی به ولوهای زرد رنگ سوئدی داشت، با کمک پدرش هرچی پول داشت و توی همین راه هزینه کرد، چند دستگاه کامیو خرید. کریم باقری نمایندگی یکی از شعب رستوران‌های زنجیره KFC آمریکا تو ایران رو از آن خودش کرده بود، اما بعدها به دلیل حساسیت‌ها با این رستوران به اصطلاح آمریکایی برخورد و پلم شد که اسم اون رو به سوگو تغییر. در حال حاضر کریم باقری به همراه پدر همسرش، یکی از تجار معروف فرش ایران و تبریز، تو دنیای فرش، اون همچنین تو زمینه صادرات خوشبار و غلات و خرید و فروش ملک تو کشورهای عربی فعاله. امیر باقری پسر کریم باقری هم با تیم امیدهای پرسپولیس قرارداد بست. اونم مثل پدرش پیراهن شماره 6 رو انتخاب کرده. میخواد از امیدهای پرسپولیس به تیم بزرگسالان برسه و جای پدرش رو توی این تیم بگیره. اما برگردیم به فعالیت ورزشی و دوران طلایی زندگی ایشون. آقای باقری تو باشگاه تراکتورسازی، کشاورز، آرمینیان، النصر امارات، چارتون انگلستان، از سد قطر و پرسپولیس تهران سابقه بازی داره. تو سال 78 مرد سال فوتبال ایران شد و تو نظرسنجی سایت آمار و تاریخ فدراسیون بین المللی فوتبال به عنوان بازیکن محبوب جهان انتخاب شد. کریم باقری تو 16 خرداد سال 72 تو جام اکو اولین بازی ملی خودش رو انجام داد. 80 بازی و 47 گل تو کارنامه ملی خودش داره. باقری تو سال 87 از تیم ملی خداحافظی کرد، اما با بازی‌های شگفت‌انگیزی که همون سال تو لیگ برتر تو تیم پرسپولیس انجام داد، علی دایی مربی وقت تیم ملی رو وادار کرد تا از اون بخواد تیم ملی رو توی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 یاری کنه. ایشون بعد از 18 سال بازی تو تیم‌های مختلف در نهایت تو 15 مهر 89 با دنیای فوتبال ملی وداع کرد. اما برگردیم به اول، به نقطه شروع. کریم باقری فوتبال خودش رو با تیم تراکتور سازی شروع کرد و اولین بار تو هفته پنجم لیگ آزادگان مقابل استقلال توی ورزشگاه آزادی در حالی که 17 سال داشت به میدون داد. تو بازی‌های مقدماتی جام جهانی 94 بعد از نمایش ضعیف تو پست دفاع، وی به خط هافبک منتقل شد و درخشش این بازیکن 21 ساله آغاز شد. اگرچه آرمینیا تو پایان فصل سقوط کرد، اما کریم تو اولین فصل حضورش تو آلمان 18 بازی کرد و 3 گل زد. تو فصل دوم با این تیم توی بوندسلیگای 2 22 بازی کرد و 2 گل زد و 6 بازی را هم به دلیل یه تکل خشن و محرومیت از دست داد. بعد از بازگشت به بوندسلیگای 1، کریم 1.5 فصل توی این تیم باقی موند و بعد به پرسپولیس بازگشت و از این تیم هم راهی امارات شد. بعد از پایان مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002، باقری به عنوان گران قیمت ترین بازیکن تاریخ از صد با این تیم قطری قرارداد بست. تو جام باشگاه عربی اون طی 5 بازی 5 گل برای از صد به ثمر رسوند، به عنوان برترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد. از فصل 81 تا 89 لیگ برتر ایران باقری تو تیم پرسپولیس بازی کرد. از فصل 85 با تیم مصطفی دنیزلی درخشش مجدد خودش رو آغاز کرد و یکی از ارکان قهرمانی پرسپولیس تو سال 87.
سال 87 دوباره بعد از 7 سال به تیم ملی بازگشت و با خداحافظی افشین پیروانی و بهروز رهبری فرد از فصل 84 بازوبند کاپیتانیم به این بازیکن با تجربه رسید. کریم باقری با زدن 29 گل از بهترین گلزنان پرسپولیس تو تاریخ لیگ برتر. کریم باقری تو تقابل با استقلال تهران یک گل از پشت محوطه جریمه به ثمر رسوند که باعث خاتمه دربیایی بود که تا اون دوران با تساوی دو تیم به پایان می‌رسید. تو جام جهانی 1997 وقتی که تیم ملی ایران دو گل از تیم ملی استرالیا عقب بود و همه فکر می‌کردند که آخرین تیم راه یافته به جام جهانی تیم ملی فوتبال استرالیا است، کریم باقری تو دقیقه 71 بازی تونست از فرصت به دست اومده استفاده کنه و گل اول تیم ایران رو وارد دروازه تیم استرالیا کنه. همون گل باعث بهتر شدن روحیه بازیکنان تیم ملی ایران شد و به دنبال اون هم ایران تونست تو دقیقه 75 با پاس به یادموندنی علی دایی و فرار خداداد عزیزی گل دوم تیم رو وارد دروازه استرالیا کنه و صعود تیم ملی ایران رو به جام جهانی بعد از 20 سال رقم بزنه. تیم ملی ایران قبل از این فقط یه بار تو سال 1978 به جام جهانی آرژانتین راه پیدا کرده بود. نظر شما راجبه کریم باقری چیه؟ برام کامنت کنید.